اواخر آبان ماه بود که تیم ملی جودوی ایران برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ به هلند اومد. اما وقتی تیم ملی به ایران برگشت، پدیده ایران محمد رشنونژاد این تیم رو همراهی نکرد و خبرساز شد. در کنار من نشسته محمد رشنونژاد. سلام. سلام عرض می‌کنم به خدمت شما و همه بینندگان عزیز و خسته نباشید میگم خدمت همشون رو. امیدوارم هر جا هستن سالم باشه. الان کجا هستیم ما؟ ما الان در آمستردام هستیم، کشور هلند. و تو اینجا دیگه موندی؟ بله دیگه، من موندم اینجا و اعلام برندگیمو کردم به امید خدا تا منتظر مراحل قانونیشی دیگه. چه اتفاقی افتاد که تو تصمیم گرفتی به ایران برنگردی؟ چون قبلا هم در مسابقات مختلف همراه تیم ملی بودی در آسیا، اروپا، حتی آمریکا. چی شد که این بار موندی؟ اون قوانین جمهوری اسلامی که هستش باعث شده من اینجا بمونم و دو نفر رو من باعث بانی این قضیه میدونم. یکی مدیر تیمای ملی، همون نماینده حراست، و یکی رئیس فدراسیون سردار درخشان. این دو نفر رو من باعث بانی این قضیه میدونم که الان من تو این کشور هستم و نمیتونم دیگه به ایران برگردم. شاید همتون وحید سلک رو بشناسین که یکی از قهرمانان ملی ایران بوده، در حال حاضر هم سرمربی تیم ملی تاجیکستان. گفتن که ایشون منافقه، ایشون ضد انقلابه، ایشون از همین حرفایی که خودشون میزنن. من همینو خبرگزاری ایسنا در یه گزارشی منتشر کرد. یه عکسی بود، شما دست جمعی دور میز نشستید، انگار سالن مسابقات. بعد نوشته بود که خب یک نیروی ضد انقلاب با اشاره به وحید سلک اومده و ورزشکار ایرانی رو در واقع تاثیر گذاشته روش تا اینکه بخواد برنگرده به ایران. چه اتفاقی افتاد؟ شما چرا دور یه میز نشستین؟ قضیه چی بود؟ خب ما هم میگم که دوست بودیم مثل بقیه اینا، ایشون هم مثل یکی از بقیه دوستان بود. من هیچ فرقی بین... چون آقای رودکی مدیر تیمای ملی هم بود در واقع تو همون عکس. خب به نکته خوب اشاره کردی. من به آقای رودکی گفتم که تو این عکس شما هم هستین، منم هستم، آقا وحید هم هستش، بقیه هم هستن. پس چطوره که شما مثلا حرفتون درسته یا حرف من غلطه؟ نه من نباید باشون ارتباط داشته باشم. به من گفتش که من خودم نماینده حراستم. خیلی اینو برام اینو فدراسیون جدو هم اعلام کرده که با حفظ سمت آقای رودکی نماینده حراست بوده. بله واسه من خیلی جالب بود. به من گفتش که من نماینده حراستم، من هر کاری بخوام میتونم بکنم. به من گفتم که به نظر من آدمای فرق با هم دیگه ندارن. الان شما یه انسانی، منم یه انسان. اگه من دارم اشتباه میکنم، خب شما داری اشتباه میکنی. بعد به من گفتش که حالا با اون لحن بدی که داشت به من گفتش که ساکت شو، ادامه نده و من هر چی میگم و هر کاری من میگم باید انجام بدی. من نماینده حراستم و وظیفه‌ام از این صحبت ها. من دیگه نمیتونستم صحبتی کنم. واقعا یه جوری میترسیدم. از چی میترسیدی؟ میگم که از به قول گفتن از اینکه برگردم ایران، از اینکه به من گفتش که بعد اینکه اومدیم هتل به من گفتش که رشنونژاد این سفر آخرت بود. و من انقدر ترسیدم که زمانی که فهمیدم آقای رودکی یا همون حراست مونده تو کشور هلند دنبال من، من فکر میکنم دو هفته دنبال من مونده بود. من شب از هلند فرار کردم رفتم کشور آلمان. طبق اون چیزی که خبرگزاری فارس هم نوشته بود، بله بله، چندین روز در هلند مونده بود که دو هفته اینو فکر کنم مونده بود. بله. تونست پیدات کنه؟ نه من دیگه شب تا فهمیدم از اون جایی که بودم رفتم کشور آلمان و انقدر ترسیده بودم که اونجا میخواستم اعلام پرندگی کنم. یعنی رفتم اعلام پرندگی کنم که حالا با یه وکیل صحبت کردم و به من گفتش که هیچ جایی نداری، باید برگردی کشوری هلند. خبرگزاری‌ها نوشته بودن که نیروهای ضد انقلاب اومدن گول زدن محمد رشنونژاد و فریبش دادن، وحید سلک فریبش داد. البته خود وحید سلک تو اینستاگرامش اینو تکذیب کرد. آیا کسی تأثیر گذاشته برای اینکه تو بخوای فرار کنی؟ حالا بدون اینکه اسم بیاری. ببین من الان 20 سال سنمه و خودم کاملا میدونم که باید چه تصمیمی رو بگیرم. هیچکی تو این موضوعی که الان واسه من پیش اومده هیچکی دخالت نداره. آقای امیر قاسمی نژاد که یکی از قهرمانای خوب ماست به عنوان مربی جوانان کنار تیم بود، ولی الان چرا نیست؟ من این سوال رو ازش می‌دارم، چرا نیست؟ آقای چاخندق کجاست؟ آقای ملک محمدی کجاست؟ آقای بنا کجاست؟ آقای خیلی هستن، حالا من حضور ذهن ندارم. اینا همشون که اسم میبرم المپیک رفتن، همشون مدال دارن، همشون مدال بازی آسیایی، آسیایی، همشون مدال دارن. من میخوام بدونم چرا الان یه نفر از این قهرمانان نیست؟ چرا مثلا
چرا نیستن؟ علتش چی از اینا استفاده نمیشه؟ چون اینا تو گروه تو باند اینا نیستن. اون حرفی که حرف نادرست اینا میزنن قبول نمیکنن. برای اینکه به قول تو یه ورزشکاری که قهرمان هم بوده بخواد باز طبق اون چیزی که خودت گفتی تو باند این افراد باشه چیکار باید بکنه؟ باید نماز جمعه بره. باید چاپلوسی کنه، باید بیاد فدراسیون دلاشه. من نمیدونم همون کارای من تا حالا از این کارا نکردم. باید چه میدونم باید چفیه بندازه گردنش میره بیرون تو بیرون تو خیابون میره باید ریش بذاره. من خودم مدت دیگه تو ایران مجبور شده بودم ریش میذاشتم چون واقعا مجبور شده بود. من نه اهل مثلا ریاکاری بودم نه اهل این که من میخوام بگم من مدال هم میدم به فلان شهید گمنام بدم به مدال رو میدم به مدافع حرم شهید مدافع حرم و از این کارهایی که خودشون میکنن من نمیدونم. من دلیلش رو توی این میبینم که من هیچ وقت تو حالا ازت خواسته بودن که این کارو بکنی؟ بله جالب اینجاست که بدونین من از مسابقات قهرمانی واسه که برگشتم با یه مربی بودم که ایشونم یه دونه اطلاعاتی سپاه بودم اون حراستی که خودشون اسمشو گذاشتن. بعد من واسه من هی مینوشت تا 20 دقیقه بعد داشتیم که مثلا 20 دقیقه برسیم به مقصد و من گفتش که رشت اونجا این کاغذ رو بگی رسیدیم تو فرودگاه خبرنگار من اینو بگو. بعد من گفتم که چیه؟ خب خوندم و گفتم که من اینا رو نمیگم چرا من میخوام صحبتهای خودم رو بکنم. گفتش که نه باید حتما اینا رو بگی و نگی اینجوری میشه نگی اونجوری میشه. منم دیگه به اجبار این صحبتها رو کردم و من به تمام شهدا به خانواده‌هاشون به حالا مدافعان حرم شهدای گمنام همشون احترام میذارم برای من قابل احترامن. ولی خب من هیچ وقت دوست نداشتم با چاپلوسی به جایی برسم. همیشه من چون یه ورزشکار بودم یه ورزشکار رفیق بودم ورزشکار تیم ملی بودم دوست داشتم خودم به خاطر اون ورزشم حالا به اهدافم برسم. محمد خبرگزاری مهر نوشته بود که پارسال وقتی تو اینستاگرام اعلام کردی برای تامین هزینه لباس جودو مدالای خودتو به حراج میگذاری، این کارو کردی و خیلی هم باستاب داشت تو رسانه‌های ایران. خبرگزاری مهر نوشته که بعدش دچار محرومیت خاموش شدی، مدت‌ها خبری ازت نبود، حق مصاحبه نداشتی. واقعیت چیه؟ تو ایران خیلی همون حق مصاحبه نداریم، یعنی مصاحبه میکنیم ولی خب باز حرفی که ما می‌زنیم حرف خودشونه، همون حراست و نماینده اطلاعات همون حرف اوناست، حرف ماها نیست. بعد از منم مصاحبه کردم حرف دلمو زدم دیگه، چون کسی که ورزش قهرمانی دنبال میکنه دنبال پول نیست، دنبال یه جوری عاشقشه، دنبال عشقشه. کسی هم که دنبال عشق محبت میخواد، حالا ورزش باشه از مسئولی محبت میخواد، هر چی باشه محبت میخواد. بعد چه اتفاقی افتاد وقتی این کار کردی؟ من مصاحبه کردم و از فدراسیون و از همون اطلاعات و حراست اینا به من تماس گرفتن که باید تکذیب کنی، هر چی شده باید تکذیبش کنی. منم گفتم که من حرفو که زدم و واقعیت داره و تکذیب نمی‌کنم. تا یه مدت همش من تو فشار بودم تا اینکه رفتم تهران و یعنی منو خواستن بعد می‌رفتم نمی‌دونستم نرم. رفتم اونجا و تعهد ازم گرفتن و امضا کردم و انگوش زدم و تا باز دوباره منو اجازه دادن به تیم ملی برم. و مشکلاتت حل شد؟ مشکلات نه حل نشده. مشکل فکر نمی کنم مشکل ورزشکار بتونه حل کنه اینا، چون اصلا تو فکر ورزشکار نیستن. خب خود فدراسیون ها میگن که ما مشکل بودجه داریم، مسائل مالیمون زیاد خوب نیست و نمیتونیم تامین کنیم. آقا مهدی من عذرخواهی میکنم واسه طرف شما، اینا اگه واقعا بودجه ندارن پاش میرسه به کشور عراق، کشور سوریه، کشور یمن، لبنان، به همه رسیدگی میشه. ولی وقتی که ورزشکار یه پولی که اگه بگم آدم خندش میگیره واقعا، وقتی میخواد سری میگم بودجه نیست نداریم. چرا واسه منی که قهرمان آسیا بودم بودم و تو اردو تیم ملی شب و روز زحمت میکشیدم از شهرستان میومدم، واسه من 400 تومن حقوق میریختین. ولی واسه که اونی که بیرون از اردو بود اصلا سر تمرین نمیومد یه تومن حقوق میریختین. به قول امروزی که خودشون میگن بانبازی دیگه، میخوان همون کسی که گفتم که همون کسی که چاپلوسی میکنن میخوان بذارن تو تیم. زمانی هم که میخوان مسابقه برن همونی که رئیس فدراسیون میگه باید بره. این نیست که یعنی رئیس فدراسیون تو مسائل فنی هم دخالت میکنه؟
اصلا سرمربی تیم فقط یه عروسک اونجا وایساده، تمام تصمیم ها، تمام حرفای که کی بره مسابقه کی نباید بره مسابقه، اینا همش رئیس فدراسیون تصمیم میگیره. مربی تیم، سرمربی تیم ملی، مربی تیم ملی، دبیر فدراسیون، رئیس فدراسیون، اینا اگه شما برید اونجا متوجه میشین که فدراسیون نیست. به نظر من یه پادگان کوچیکه که قشنگ سردار داره، سرهنگ داره، رئیس، همه چی داره، یه پادگان کوچیکه، فدراسیون نیست اصلا. محمد، مسابقاتی که جام جهانی نوجوانان بود تو آمریکا، درسته؟ بله، 2013. اونجا با رقیب اسرائیلی روبرو شدی و مبارزه نکردی. میتونی برامون تعریف کنی که چه اتفاقی افتاد؟ چون اون موقع رسانه‌ها نوشتن که در حمایت از مردم فلسطین خودت نخواستی مبارزه کنی. آیا خودت نخواستی؟ چه اتفاقی افتاد؟ واقعیت رو بگو. به قول خودشون اون حرفی که میزنن، میگفتن که رژیم صهیونیستی تو با اون مواجه شدی، نباید مسابقه بدی. منم گفتم رژیم صهیونیستی چیه؟ خب من واقعا نمیدونستم. چند سالت بود؟ 17 سالم. 17 سالت بود. گفتن که کشور با یه نماینده کشور اسرائیل مسابقه داری. خب گفتم، منم گفتم که خب مسابقه دارم، خب اشکال نداره، من الان خیلی هم آماده ام، میتونم ببرمش، میتونم مسابقه رو ببرم، میتونم مدالم بگیرم. بعد گفتن که نه، نمیشه، باید جمهوری اسلامی قبول نمیکنه که تو مسابقه بدی. و منم همش گریه میکردم تا اینکه به زور منو واسکشی کردم. من انقدر گریه کردم بود که دیگه جونی واسه نمون. اصلا میدونستی قضیه چیه؟ ایران، اسرائیل، مسئله چیه؟ اینا رو میدونستی؟ من اصلا نمیدونستم قضیه چیه تا اینکه مسابقه نداشتم. من نداشتم مسابقه بدم. منو از تو سالون بردن بیرون و حالا با آمبولانس و حالا منو بردن که مجوز پزشکی بگیرم. که مجوز پزشکی، منو اصلا آمپول زدن و اگه قرار بود شدم دیگه. یعنی خودت دوست داشتی مسابقه بدی؟ نه، من واسم اصلا فرق نمیکنه که یکی از کشور اسرائیل باشه، یکی از کشور آمریکا باشه، یکی از کشور فرانسه، مثلا هیچ فرقی واسه من نمیکنه. اونم یه آدم، من یه آدمم. جفتمون ورزشکاری، میخوایم مسابقه بدیم. هر کسی خوبه که تو میدون حقشو میگیره، میره بیرون. بعد از تو تجدیدی هم صورت گرفت بابت اون اتفاق؟ تجدید که باید بگم چیکار کردم؟ بگو. یک کارت هدیه به من دادن. یه میلیون پول توش بود. منم از همون جایی که برگشتم 300 تومن هم خودم داشتم روش، یه گوشی خریدم. محمد جان، ولی مواردی بوده مثل اتفاقی که در المپیک آتن افتاد برای آرش امیر اسماعیلی یا همین اواخر علیرضا کریمی که خیلی توجه شد از مقامات عالی رتبه، رهبر، رئیس جمهور، رئیس مجلس، مقامات سیاسی، نظامی، احزاب مختلف تجلیل کردن و همچنان حتی ادامه داره. چرا؟ مگه خب اونا هم با اسرائیل مسابقه ندادن، تو هم مسابقه ندادی؟ چرا اینقدر فرق است توی تجلیل ها و توجه ها؟ اینا به خاطر بربرداری سیاسی که حکومت داره، به خاطر همین باستاب، این موضوع باستابش میدن که تو حالا دید بیننده، شنونده، همه مثلا بگن که حالا یه کاری صورت گرفته، یه اتفاقی افتاده. تعلیق احتمالی کشتی ایران و حتی ورزش ایران هم به خاطر همین موضوع مطرح. نظر چیه در این باره؟ ببین، به نظر من هر چی که قانون میگه رو باید بهش احترام گذاشت. این هم یه قانونه. وقتی تمام دنیا دارن با این قانون جلو میرن، نمیتونی مثلا فدراسیون کشتی، جودو، حالا هر چی تو ایران نمیتونه جدا از این قانون اجرا کنه. و به نظر من خب مشخصه وقتی آدم کار غیرقانونی انجام بده، باید منتظر باستاب باشن باشه. محمد، اون روزایی که تو در محرومیت خاموش بودی به قول خبرگزاری مهر، اگه صحبتی داشتی که اون موقع نمیتونستی مطرح کنی، الان رو به دوربین خودت هر صحبتی که داری و فکر میکنی که در ایران اجازه نداشتی اون صحبت ها رو مطرح کنی و اگر به زبون میآوردی برات مشکل ایجاد میشد، خودت رو به دوربین هر صحبتی مد نظرته با بیننده رو در رو بگو. من سوال از آقای درخشان، سراد درخشان دارم، رئیس فدراسیون. میخوام بدونم که چرا شما برادرتونو، پسرتونو، همه فامیلاتونو آوردین تو جودو؟ این همه قهرمان هستن که بیکارن، این همه قهرمان هستن که برای فدراسیون جدا، برای ایران مدال آوردن، ولی الان بیکارن. چرا؟ چرا یه نفر از اونا رو نمیاریم؟ به خاطر همین کاراست که ورزشکارا حالا یا معتاد میشن، دوز میشن، یا فرار میکنن. من میخوام بدونم چرا وقتی که تیم ملی واسه حالا مسابقات یا واسه تمرین به هر یه کشور دیگه میره، چرا یه نماینده حراست، یه وزارت اطلاعات باید همراهش باشه؟ در صورتی که شما میگید بودجه نداریم، ولی سه نفر، چهار نفر همینجوری میارین که اصلا نه ورزشکارن، فقط میان اونجا میچرخن.
به جای اینا اگه دو تا ورزشکار بیاری خیلی بهتره. الان دو سال بود که به من قول داده بودن، گفتن که شاغلت می‌کنیم، می‌بریم سر کارو همه چی اوکی میشه، ولی تمام حرفات دروغ بود. اصلا من دو سال فقط میرفتم میومدم، آخرش هم هیچ. مشکل فقط تنها تو ورزش نیست، الان تو خیابون میبینی که الان شاهدین دیگه، مردم به خاطر طرف داره حرف دلشو میزنه، حالا انتقاد میکنه با باتون و با نمیدونم حالا اون تجهیزاتی که دارم، واقعا مردمو میزنم، من ناراحت میشم، نمیدونم با چی اصلا، نمیدونم اینو چجوری تفسیرش کنم، خیلی ناراحت میشم. آیا ورزشکارهای دیگه هم با تو هم نظرن یا اینکه فقط تعدادی از ورزشکارا ناراضی هن؟ ببین من به جرئت به شما میگم که از 100 تا ورزشکار 100 تاش ناراضی هن، ولی خب به خاطر اون قوانینی که هست میترسن صحبت کنن، نمیتونن صحبت کنن. و این هم میخوام بگم که من نه اولین بودم و نه آخرین ورزشکاری که از ایران خارج شد. مطمئن باشین بعد از منم خیلی های دیگه میام. و صحبت آخر با بینندگان عزیز هموطنانت؟ صحبت آخرم اینه که همه تون رو دوست دارم، هر جا باشم یه ایرانی هم، به عشق خودتون میجنگم و مدال المپیک واسه تون میارم. به جرئت میگم که مدال المپیک براتون میگیرم. من در حال حاضرم نفر 25 رنگی دنیا بودم، یعنی تو جودو 32 نفر میرم المپیک. میدونی که هلند 23 تا مدال المپیک داره در جودو و خیلی کارت سخته، با توجه به اینکه ایران هیچ وقت مدال المپیک در جودو نگرفته. بله، من فکر میکنم با اون همه سختیه که تو ایران داشتم، مشکلاتی که تو ایران داشتم، اون مشکل رو پشت سر گذاشتم، مطمئنم که یه روز مدال المپیک میگیرم و قول میدم به همه مردم، به خصوص اندیمشکی ها، که این مدال رو میگیرم.